در کمپین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان افغانستان، زنان این کشور خانه توجه جهان به وضعیت رقتبار زنان تحت سلطه طالبان در افغانستان شدند. ولی آیا این اعتراض ها در جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان در افغانستان مؤثر واقع می شود یا خیر؟ شرح این موضوع از خانم حوریا مصدق، رئیس شبکه تحلیل منازعات مشاهیم که از لندن با ما هستند. خانم مصدق سلام و سپاس از وقتتان. دیروز در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، آلمان، استرالیا و کشورهای دیگر اعتراض های توسط زنان افغان هماهنگ شده بود. شعار و هدف اصلی این اعتراض ها چیست؟ تشکر خانم روزبه. این اعتراضات، ما خواستیم که یک اعتراضات در سطح جهان به خاطر وضعیت زنان و دخترای افغانستان انجام بدیم که البته در این اعتراضات شعار ما جدا از شعار خواهران ما در داخل افغانستان نیست. آزادی، تعلیم و کار هست که این مبنا یا اساس خاص ما را تشکیل میده. ولی در پهلوی از اون، آنچه که ما از کشورهای جهان میخواهیم این است که باید به وضعیت زنها در افغانستان رسیدگی شود و باید به آپارتاید جنسیتی که امروز در افغانستان حکم فرما هست، باید جهانیان صدای خود بلند بکنند و بالای حکومت طالبان فشار وارد بکنند تا ای که اینا قوانین سخت گیرانه را در مقابل زنها و در مقابل تمام شهروندان افغانستان از بین ببرند. بله، خب جامعه جهانی تاکنون به تقبیح عمل کرده طالبان در قبال زنها اکتفا کرده. شما در لندن زندگی میکنین، واکنش سیاست مداران یا قانون سازان و پالیسی سازها در بریتانیا در قبال طالبان از چگونه است؟ فکر میکنین که آیا کشورهای اروپایی و طور کل علاقه به فراتر رفتن از تقبیح اعمال طالبان را برای حفاظت از حقوق زن افغان روی دست بگیرن یا خیر؟ در اعتراضاتی که دیروز در شهر لندن شد، یک تعداد از سیاسیون خود بریتانیا هم به ما پیوستن. بله. و با ما یک جای اینا شعار سر دادن، با ما یک جای اینا از نخست وزیر بریتانیا خواستن که به وضعیت زنای افغانستان توجه بکنن و ما امیدوار هستیم که با گسترده شدن این اعتراضات، با جمع شدن تعداد زیاد از افغانها و همچنان خارجی هایی که در این کشورها هستند یا شهروندان از این کشورها، ما بتانیم حداقل صدای خود به گوش دولت مردان برسانیم و آنچه که خواست ما هست بتانیم که حداقل به اون خواستای ما اینا جامعه عمل بکشانند و بر اساس خواستای ما اینا عمل بکنند. بله، خب جامعه مهاجر افغان تا چه حد با یکدیگر منسجم هستند در عرصه تقبیح عمل کرده طالبان؟ آیا مرد و زن مهاجر افغان در این کشورها، طوری که شما یکی از هماهنگ کننده های اعتراض در لندن بوده، با هم همصدا هستند یا یک انقسام در جامعه مدنی و مبارز وجود داره؟ بدبختانه من فکر میکنم که بیش از 14 جنگ و منازعاتی که در افغانستان بوده، اینا همشان تاثیرات بسیار زیاد سر حتی جامعه افغانی که در بیرون از افغانستان هستن و جامعه مهاجر افغانستان هم داشته. طبعا در اینجا ما میبینیم که نظریات مختلف و بحث‌های مختلف وجود داره، ولی در پهلوی از اون من فکر میکنم که چیزی که ما به او بیشتر تکیه کردیم این است که چقدر میتونه صدای ما با کیفیت تر باشه و چقدر ما میتونیم که واقعا به این اعتراضات به شکل گسترده و دامنه‌دار ما ادامه بدیم. البته در اعتراضاتی که دیروز ما داشتیم، با وجودی که حضور 500 نفر افغان‌ها و همچنان شهروندان خود بریتانیا و شهروندان ایرانی در اینجا با ما پیوستن و به صدای ما و به خواست ما لبیک گفتن، البته حضور افغان‌ها آنچه که توقع می‌رفت به او پیمانه نبود، ولی باز هم امیدوار هستیم که در اعتراضات بعدی ما بتانیم که تعداد زیاد از شهروندان افغانستان که در بریتانیا ساکن هستن اینا را هم با خود داشته باشیم. خب قدم بعدی شما برای کمپین چیست در طول چند روز آینده؟ ما یک نامه را برای نخست وزیر بریتانیا فرستادیم و در این نامه ما خواستهای مشخص خود از حکومت بریتانیا داشتیم که بر مبنای از او خواستها ما مثلا یکی از حکومت بریتانیا خواستیم که اینا فشارهای لازم دیپلماتیک باید بالای نه تنها حکومت بالای طالبان بلکه بالای پاکستان و قطر هم اینا وارد بکنند، به خاطر از اینکه پاکستان و قطر دو کشوری هستند که اینا تاثیرات و نفوذ قابل ملاحظه اینا بالای طالبان دارند.
ممنون و تشکر از شما خانم صدق که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتید. سپاس از وقتتون.